ساعت 3:30 بامداد امروز صبح به وقت سیدنی، مات و مبهوت در مقابل تلویزیون نشسته بودم و مراسم اعلام میزبانهای جامهای جهانی 2018 و 2022 رو تماشا میکردم. نسبت به 2018 حساسیت خاصی نداشتم، اما اون بهتی که به من دست داد بعد از اعلام میزبان جام جهانی 2022 بود. کشور قطر با مساحتی حدود 11000 کیلومتر مربع، 11437 کیلومتر مربع. ایران ما 1,648,000 کیلومتر مربع است. کشور قطر که در 6-7 سال گذشته تورنمنت های بزرگی رو برگزار کرد، ما تحمل کردیم. تنیس بزرگ، گلف مسترز، بازی های فوتبال دوستانه حتی در حد برزیل و آرژانتین، بازی های آسیایی. یک ماه دیگه قرار جام ملت های آسیا رو برگزار کنه. همه رو هضم کردیم و چیزی نگفتیم. چیزی نگفتیم حتی در شرایطی که بیش از 30 سال هیچ تورنمنت بزرگ بین المللی رو خودمون برگزار نکردیم. اما دیگه شنیدن این که قطر جام جهانی قراره برگزار بکنه چیزی نبود که حداقل من بتونم به راحتی اون رو هضم بکنم. توی خونه همه خواب بودن و تنها من داشتم این صحنه رو نگاه میکردم. بعد از اعلام پیروزی قطر در گرفتن میزبانی سال 2022 رفتم سراغ اینترنت و مشتاق بودم ببینم سایت های ورزشی ایران یا سایت های خبرگزاری های مختلفی که از ایران گزارش میفرستن با این موضوع چگونه برخورد میکنن. قبل از اینکه هیچ خبری رو در خصوص قبول شدن قطر برای میزبانی ببینم، در بالای صفحه یک خبری بود که نوشته شده بود آقای سعیدلو گفته که امیدوارم با حمایت‌های احمدی نژاد روزهای خوشتری در ورزش داشته باشیم. عالم بدتر شد. روزهای خوشتر یعنی الان خوشیم، روزهای خوشتری در پیش است. دلم می‌خواست با کسی حرف بزنم و چه کسی بهتر از مردم ایران. از جناب آقای علیرضا میبودی بسیار سپاسگزارم که حدود 10-15 دقیقه از وقت عزیز برنامه‌شون رو اجازه دادن که من درد و دل مختصری با مردم عزیز ایران بکنم و در اون نیمه های شب حداقل قربتم کمتر بشه، هرچند که قصم میمونه. آقای وارث عزیز سلام بر شما. سلام بر آقای میبودی عزیز. حال شما خوبه؟ برمونی که ما شما خوبید. تشکر میکنم. آقای وارث سلام پا گوشی. من نمیخوام بازنده بدی باشید ما، اما اگر میگید من حسودم، حسودم. اگر میگویید ما از این که عقب افتادیم تا ساعت 4 صبح عشق در چشم داریم و ناراحتیم، این رو هم میتونید بگید. من بعد از بیش از 40 و چند سال حضور در ورزش و شاهد برد و باخت های بسیاری در عرصه ورزش به خصوص برای جوانان ایرانی بودن، امشب یک لحظه وقتی که آقای سپلاتر اون پاکت مربوط به اعلام برنده میزبانی جام جهانی 2022 رو باز کرد و اسم قطر رو خوند، باور کنید کم مونده بود که سر خودم بزنم. شکی نیست که انتخاب قطر بخش عمده‌ایش قطعا سیاسی است، اما من به این کار ندارم که قطر حق انتخاب شده یا ناحق. بسیاری معتقدند در گرمای 50 درجه ماه جولای و جون که معمولا مسابقات جام جهانی برگزار میشه، قطر جای تحمل برای
بسیاری از مهموناش و تیمها نیست به خاطر گرمایی 50 درجه سانتیگرادیش. قطر آمده طرحی رو داده که استادیوم هایی رو خواهد ساخت که در تمام اونها و در تمام زمین های تمرین درجه حرارت حتی اکثر 27 درجه باشه. این البته برای جام جهانی که معمولا مجموعه کشورها آدم ها میرن و در واقع یک جشن بزرگه تا یک مسابقه بزرگ، شاید قطر جای مناسبی نباشه، اما جواب گرماش اونجوری داده، جواب مسائل سیاسیش رو گفته که من امیدوارم که این آغاز حرکت اعراب به سوی جامعه بین‌المللی باشه و حتی خانمی که از خانواده در واقع سلطنتی یا شیخ و خلیفه های بود و ایشان گفت که من امیدوارم که از سال 2022 اسرائیل به مسابقات جام جهانی راه پیدا بکنه و ما در واقع بزرگترین گام رو در پذیرایی از این کشور بگذاریم. به هر حال تمام مسائل سیاسی که به نفع قطر بود که جذب بکنه آرای 22 نفر اعضای هیئت رئیسه فیفا رو به کار بردن. من هیچ وقت توی ورزش بازنده بدی فکر میکنم نبودم، ولی امشب با اعلام قطر انگاری یک بار برام دوباره این مسائل زنده شد که ما کجا بودیم و قرار بوده به کجا برسیم و شاید صلاحیت این رو هم داشتیم که برسیم. امروز قطر یک کشوری با حد اکثر 1,300,000 نفر جمعیت و با یک مساحتی کوچکتر از شاید بندرعباس ما میزبان جام جهانی میشه. به هر حال بهشون من تبریک میگم، چرا که موقع باخت هم باید آدم تبریک بگه، اما دلم از این میسوزه که ما نه تنها هیچ کرسی در فیفا نداریم، نه تنها اصلا مطرح نیستیم که 32 سال است که کوچکترین مسابقه بین‌المللی رو به ما ندادند و ما از اون محروم بودیم. من ترجیح میدم اگر جنابالی چیزی به ذهنتون میرسه، چون اینجا هم صبح زود هست، در واقع دیگه های کم کم من باید برم بخوابم، همم اصلا نمیدونم از چیش برای شما بگم. البته برخی ها معتقد بودن که قطر ممکنه به خاطر پول زیادی که خرج کرده این رأی رو گرفته، برخی معتقد بودن که اصلا فیفا میخواسته که اعراب رو دخالت بده و برای اولین بار مسابقات به خاورمیانه ببره، ولی به اعتقاد من این مهم نیست، یا اونقدر مهم نیست که واقعا وقتی که سپلتر گفت ما بسیار خوشحالیم که مسابقات جام جهانی رو به خاورمیانه داریم میبریم، انسان فکر میکنه که کدام کشوری جز ایران شایستگی داشت که اگر قرار بود جام جهانی در خاورمیانه برگزار بشه، از نظر وسعت، از نظر آب و هوا، از نظر جمعیت، از نظر سابقه در جام جهانی که از 1978 ما به جام جهانی رفتیم، از هر نظر که شما نگاه بکنید، ما فاکتورهای اولیه رو با اختلاف فاحشی نسبت به هر کشور دیگه در خاورمیانه داریم، از نظر استعداد بچه همون اینا. اون فاکتور گمشده ما که متاسفانه این شانس رو برای اولین بار به کشور قطر داد و ما نقشی نداریم و حالا حتما دل به این خوش میکنیم که مسابقاتی ببین شاید به عنوان یک عضوی حداقل از تیم هایی که به جام جهانی قطر در سال 2022 میرند ما هم برویم. تشکر میکنم آقای مجید وارث عزیز. همیانانم عوضش یک تحقیقاتی صورت گرفته، آمارگیری. بسیار ممنونم از جناب آقای میبودی مجدداً که چنین فرصتی رو در اون شرایط روحی روانی بدی که من داشتم به بنده دادن.